سرخط خبرها. تظاهرات بزرگ ضد دولتی در پی انفجار بیروت، معترضان با پلیس لبنان درگیر شدند. گامی دیگر برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان، کمیته‌های لوه جرگه با آزادی 400 زندانی باقی مانده طالبان موافقت کردند. این 100 تومانی، 100,000 تومانی. این ترابل 100 تومانی. بله، اینا جدیده. رونمایی از چک پول 100,000 تومانی جدید در ایران. رئیس کل بانک مرکزی میگوید سپارا برای آمادگی مردم کم رنگ کرده ایم. و محافظ آدم‌ها در برابر کرونا یا بلای جان طبیعت، ماسک و دستکش‌های یک بار مصرف سر از اقیانوس‌ها درآوردند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. پلیس ضد شورش در بیروت پایتخت لبنان به سمت تظاهرکنندگانی که قصد ورود به ساختمان پارلمان این کشور را داشتند گاز اشک‌آور شلیک کرده. از پیش اعلام شده بود که امروز تظاهرات بزرگی علیه دولت در این شهر برگزار میشه. تظاهرات در جریان هست. معترضان دولت لبنان رو متهم میکنند که با ناکارآمدی و سوء مدیریت موجب انفجار عظیم روز سه‌شنبه در بیروت شدند. در این انفجار بیشتر از 150 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. نفیس کوهنورد همکارم از بیروت پیش از شروع این تظاهرات برای ما این گزارش رو فرستاده. ساختمون و این پرچم‌ها نماد امروز بیروته، ساختمونی که در انفجار مهیب بندر به این حال در اومده. پرچم‌هایی که به تظاهرکننده‌ها فروخته میشه. در مرکز شهر معترض‌ها جمع شدن در اعتراض به اونچه اونها ناکارآمدی کامل دولت میخونن. قراره یک بار دیگه صداشون رو به گوش مسئولان لبنانی برسونن. خشمشون اونطور که در بیانیه هم اعلام کردن به شدت زیاده بعد از این انفجار. و خانواده های گروهی از کشته شده ها هم اعلام کردن که دارن سعی میکنن با جمع آوری مدارک از دولت لبنان و مقامات لبنانی در یک دادگاه بین المللی شکایت کنن. نفیسه سعدزاده بود، نفیسه کوهنورد بود همکار ما که به بیروت رفته. اما تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از بیروت، در مرکز بیروت، جایی که معترضان دقایقی پیش تلاش کردند که وارد ساختمان پارلمان بشن. درگیری در اطراف محل انفجار و همینطور مرکز بیروت ادامه داره. در تصاویر زنده‌ای که ما دیدیم پلیس به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک می‌کرد. همونطور که از صداها هم می‌شنوید مشخص هست که گاز اشک‌آور داره شلیک میشه به سمت معترضان. در تصاویر هم میبینید همینجا هزاران نفر از سر خشمی که به دلیل ناکارآمدی دولتی معترضان میخونند که منجر به انفجار روز سه‌شنبه شد و در پی اون دست کم 150 نفر کشته شدند، 60 نفر هنوز ناپدید هستند و هزاران نفر زخمی شدند. شهر عملاً بخش‌های بزرگی از اون با خاک یکسان شده بعد از انفجار بیش از 2000 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت. تصاویری که می‌بینید تصاویر لایو هست، تصاویر زنده هست از مقابل پارلمان بیروت، جایی که تظاهراتی که قرار بود تا نیم ساعت پیش شروع بشه همون در همون ابتدای شروع شدن به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش رو می‌بینید که عملاً درگیر شده با معترضان. نفیس کوهنورد همکارم همین حالا از بیروت به ما پیوسته. نفیس، در سمت دیگری از شهر درگیری در گرفته بین معترضان و پلیس، نمیدونم که اونجایی که تو هستی چه خبره، کمی بهمون بگو که اونجا چی می‌گذره. مجید، شهر سمت دیگه شهر نیست، پشت ماست، پشت اینجا ساختمان
پارلمانه و جلوی اونجا درگیری شروع شده. ما در میدان شهدا هستیم، میدانی که به صورت سمبولیک محل تجمع معترض ها بوده از سال گذشته، که البته به خاطر کرونا اون تظاهرات گسترده متوقف شده بود، به صورت پراکنده اینجا اونجا ادامه داشت در گروه های کوچکتر. اما این اولین باره که این انفجار دوباره همه این تظاهر کننده ها رو اینجا جمع کرده. من سعی کنم نشون بدم، خیلی سختی کند کردن که ظاهرا به نظر میرسه که جلوی ارتباط بیشتر رو با هم بگیرن. اینجا به نظر میاد بخشی از این تظاهرات ضد حزب الله. ما پلاکارد هایی رو دیدیم که بر روش نوشته شده بود علیه اون چه که اونها میگن، علیه و در حقیقت دور ایرانی ها، و همچنین علیه حزب الله شعارهایی رو بر روی پلاکارد هاشون نوشته بودن. باهاشون که صحبت کردیم، این گروه ها معتقدن که حزب الله مقصره به خاطر اینکه بخش بزرگی از مرز و برادر در دست اونها بوده امنیتش رو. گرچه همه کسایی که اینجا جمع شدن لزوما فقط حزب الله رو مقصر نمیدونن، کسایی هستن، کسان زیادی هستن که معتقدن همه مسئولان لبنانی اینجا مقصرن و هیچ کدومشون نباید بتونن از زیر این اتفاق افتاده قصه دارن. خیلی ها واقعا به ما میگن این اتفاقی که دیگه با همه جنگ و همه چیزهایی رو که لبنان شاهدش بوده فرق میکنه. برای همین هم هست که یه خشم متفاوتی رو میشه گفت، میشه احساس کرد. پیام هایی به ما رسیده که طرفدارهای جنبش عمل، گروهایی که به نزدیک حزب الله هستن، امکان داره به اینجا بیان و امکان دیدی هست. بارها بارها این تظاهرات شاهد چنین درگیری شده. طرفدارهای حزب الله اینجا درگیر شدن و این که الان میره تظاهر کننده ها میگن اینجاست که خشم خودشون رو میخوان نشون بدن و خشم اونهاست که بزرگترین انفجار خواهد بود. نفیسه، همزمان با صحبت‌های تو ما داریم تصاویر زنده می‌بینیم از تجمع هزاران نفر در بیروت و می‌تونیم ببینیم که چطور در واقع تجمع با پرتاب گاز اشکاور دارن متفرق میشن. من جهت تلفن رو عوض می‌کنم. من جهت دوربین رو عوض کردم. امیدوارم که ببینید. البته ما خیلی نمی‌تونیم جا خریم به خاطر اینکه حتی نیروهای امنیتی هم اینجا به ما هشدار میدن که مراقب باشیم، به خصوص خبرنگارها مراقب باشن، به خاطر اینکه هر چقدر داخل میریم، اگه شما اصلا دود رو دارید میبینید از اینجا، میشه فکر کنم دود رو باید ببینید، دارن گاز اشکاور میزنن و خیلی احتمال داره که این وضعیت به سمت ما هم بیاد. برای همین از ما خواستن امنیتی رو در نظر بگیریم و خیلی به سمت مرکز تجمع که یه پایتر هست واقعا به نظر میاد که تا شب اینجا جمعیت بیشتری جمع خواهد شد و واقعا به نظر میاد که به اندازه کافی شرایط تنش آلود هست. نفیس، مواظب خودت باش، ما تصاویر زنده رو از خبرگزاری های دیگه هم داریم همزمان میگیریم. در بخش های بعدی خبری هم با ما بمون تا بتونیم اطلاعات بیشتر رو از تو بگیریم. اما همونطور که در تصاویر زنده میدیدید، درگیری ها کم و بیش داره جدیتر میشه در مقابل پارلمان لبنان. ولی برای بحث بیشتر در این مورد علی صدزاده با ما هست، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. آقای صدزاده، اونچه که منتظرش بودیم و خیلی ها پیش بینی می‌کردند الان اتفاق افتاد. نفیسه در اشاره کرد که او اونجاست و می‌بینه که چطور مردم معترض هستن، به خصوص به حزب الله. این در حالیه که حسن نصرالله دیروز صحبت کرد، گفت ما در کنترل بنادر نقشی نداریم، ما اونجا حتی یک گلوله هم نداشتیم. فکر می‌کنید مردم این رو باور می‌کنند؟ به هیچ وجه. چون آقای نصرالله، من صحبتاش رو گوش دادم، 45 دقیقه بود، چیز شبیه اون چیزی که ما از سخنرانی‌های منبری‌های ایران می‌بینیم.
در 20 دقیقه اول تسلیت گفت، بعدش با صراحت هم جور که شما گفتین گفتش که ما نه اسلحه داریم نه این نیترات متعلق به ما، بله به ما بوده، نه اینکه ما اداره میکنیم بندر و اینکه نه اینکه نفوذ داریم اونجا، ما از بندر حیفا در اسرائیل بیشتر اطلاع داریم تا بندر بیروت. این سخنرانی در حقیقت خشم خیلی ها رو در لبنان به وجود آورد. یعنی شما کافی احتیاج نداره مخالف حزب الله باشید، یک ناظر بیطرف هم میدونه که بندر بیروت تحت نفوذ حزب الله است، نه بندر، حتی فرودگاه بیروت. اگر کسانی که وارد از بندر یا از فرودگاه بیروت وارد لبنان میشن، حزب الله مطلع میشه. اینه که این ادعای آقای نصرالله هیچ کس رو قانع نکرده، بلکه من فکر میکنم به خشم مردم افسوده. و این گزارش نفیزه کونورد هم نشون داد ظاهرا بخشی از نیروهای انتظامی با برخوردی که با تظاهر کنندگان امروز شروع کردن، میخوان نگذارن که تظاهرات وسیعی صورت بگیره. به همین علت هست که خیلی خیلی اوضاع تنش‌آلوده. بعید نیست طرفداران هم عمل و هم حزب الله بیان تو خیابون و مسئله به جدال بیانجامه، ولی در این حال مثل اینکه لبنانی ها مصممن علارغم اینکه دو هفته حالت ممنوع ورود اعلام شده، کسی حق نداره عملا بیاد علارغم اینکه کرونا هست، ولی خشم خیلی خیلی زیاد هست، چون این انفجار عجیبی که در بیروت انجام گرفته نشانه ورشکستگی کل دولت لبنان است. خشمی که از قبل هم وجود داشت و به قول شما به ظاهر این زخم بزرگ به ناگهان با این انفجار باز شد. ما همزمان با شما که صحبت میکردیم تصاویر زنده رو داشتیم میدیدیم، درگیری ادامه داره در بیروت. آقای سعدزاده، امروز یکی از گروه‌های نزدیک به حزب الله در پارلمان هم استعفاشون رو اعلام کردن. گروهی هست که عملاً در واقع رهبرشون هم کشته شده ظاهراً در این انفجار. کمی بهمون بگید که عمل اونها به چه معناست؟ اجازه میخوام تصحیح کنم، یکی از مخالفین سرسخت حزب الله هستن اینا که استعفا دادن، حزب کتائب حزب الله، دبیر کل اینها آقای نزار نجاریان کشته شد در این انفجار در اونجا. بعد آقای سامی جبیل دبیر کل این حزب که در اروپا به عنوان حزب فلانژیستان میشناسند، چون از سال 1936 که فلانژای اسپانیایی به وجود اومدن، اینا هم به تقلید از فلانژای اسپانیایی در لبنان گروهشون تشکیل دادن. دبیر کل این حزب امروز در مراسم رئیس این حزب در مراسم خاکسپاری دبیر کل این حزب اعلام کرد که سه تا نماینده‌ای رو که ما در پارلمان داریم بیرون میکشیم از پارلمان، و از تمام نمایندگان دیگر هم خواست که استعفا بدن و از پارلمان بیان بیرون. ولی خب پارلمان اکثریتش دست ائتلافی است که طرفدار حزب الله است. ممنونم از شما آقای سعدزاده، به ما پیوستید. ما بعدتر هم ممکنه دوباره مزاحم شما بشیم. و علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما چند خبر کوتاه. در ایران تعدادی از پزشکان و کادر درمانی در نامه‌ای از مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه خواستند مردم را از تجمع برای برگزاری مراسم محرم منع کنند. افزایش دوباره شیوع کرونا در بعضی مناطق ایران در هفته‌های اخیر به نگرانی‌ها از برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم دامن زده. رشته توییت های کیانوش سنجری، خبرنگار و وبلاگ نویس ایرانی، درباره انتقالش به بیمارستان روانی تهران با واکنش گسترده کاربران فارسی زبان روبرو شده. آقای سنجری گفته بیش از 5 ماه پیش از زندان اوین به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شده و در آنجا او را به تخت زنجیر کردند. او که در گذشته خبرنگار صدای آمریکا بوده، بعد از بازگشت به ایران به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. ایران از آمریکا به دلیل رهگیری یک هواپیمای مسافربریش به سازمان ملل شکایت کرد. این حادثه 2 هفته پیش در آسمان سوریه روی داد. آنطور که ایران میگوید، خلبان هواپیمای ماهان برای پرهیز از برخورد با جنگنده‌های آمریکا به سرعت ارتفاع کم کرد که در نتیجه تعدادی از مسافران زخمی شدند. آمریکا گفته در این رویداد یک جنگنده از فاصله ایمن اقدام به بررسی بصری هواپیمای ماهان کرده.
به گزارش خبرگزاری مهر، دو تبعه لبنان دیشب در شمال تهران با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شدند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه نوشته که در این حادثه 5 تیر شلیک شده. رسانه‌های ایران میگویند مقتولان پدر و دختر بودند. در دومین روز لوی جرگه مشورتی افغانستان، اکثر کمیته‌ها با آزادی 400 زندانی باقی مانده طالبان موافقت کردند. اونها اما در مقابل شروطی رو هم برای طالبان وضع کردند، از جمله ارائه ضمانت و آتش‌بس بی قید و شرط. عبدالله عبدالله که ریاست این جرگه رو بر عهده داره گفته با این تصمیم هیچ مانع دیگه‌ای برای گفتگوهای صلح وجود نخواهد داشت و 3 روز بعد از رهایی زندانیان دور اول مذاکرات در قطر آغاز میشه. برای بحث بیشتر در این مورد جعفر مهدوی به ما پیوسته، دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل. آقای مهدوی، به نظر میرسه که عملاً اون چه که باید نتیجه این نشست میشد انجام شده، موافقت‌هایی شکل گرفته، این 400 زندانی آزاد میشن. به نظرتون در چند روز آینده باید شاهد چه باشیم؟ خب نتیجه که در دومین روزی برگزاری لوی جرگه صلح افغانستان به دست آمده، نتیجه بود که قبلا هم قابل پیش بینی بود و یقینا همونطور که قبلا هم اعلان شده بود در 10 آگست احتمالا دور اول گفتگوهای بین الافغانی آغاز میشه. به هر حال لوی جرگه به نکته جدیدی که ما فکر کنیم به عنوان یک آجندای جدید از طرف لوی جرگه مطرح شده اشاره نکرده، صرفا آزادی 400 زندانی طالبان هست که قبلا هم بحث مطرح بود و کاملا قابل پیش بینی بود. اما هدف اساسی حکومت از برگزاری لوی جرگه صلح فهم می است که در ادامه تلاش های حکومت افغانستان برای پیدا کردن جایگاه و موقعیت خودش در ادامه گفتگوها و مذاکرات بین الافغانی سر موضوع صلح افغانستان است. شما در جریان هستید که در طول هفته های اخیر مذاکرات، کنفرانس ها و نشست های سنگین رو حکومت افغانستان با کشورهای منطقه، قدرت های جهانی پیرامون صلح افغانستان و ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و بین المللی در حمایت از پروسه صلح به رهبری خود افغان ها بود و من فکر میکنم در تکمیل این تلاش ها در عرصه منطقه و بین المللی برگزاری این جرگه میتونه جایگاه و موقعیت حکومت افغانستان را در گفتگوهای بین الافغانی که انقریب برگزار میشه ارتقا بده و یک بار دیگر حکومت افغانستان او جایگاهی که در به هر حال معاهده صلح دوحه فراموش شده بود از طرف ایالات متحده آمریکا و طالبان، او جایگاه خود دوباره احیا بکنه و بتونه از موضع قدرت در این مذاکرات شرکت بکنه. آقای مهدوی، در طول برگزاری جرگه هم شاهد اعتراض ها یا نگرانی های از سوی برخی بودیم که مذاکرات بین افغانی با طالبان، با گروهی که بسیاری اونها رو مسئول مرگ هزاران افغان در طول سالیان گذشته میدونن، ممکن هست که موافق نباشن با این مسئله. اما به هر حال همونطور که شما گفتید مذاکرات به پیش خواهد رفت. اما این نگرانی ها فکر میکنید چقدر قرار هست که دولت این نگرانی ها رو کم و بیش برطرف بکنه بین مردم؟ خب نگرانی یک نگرانی عمومی هست که آیا طالبان واقعا به سبک و سیاق 20 سال قبل دوباره با مردم افغانستان چون رویه‌ای در پیش خواهد گرفت و یا که نه طالبان دچار تغییرات فکری بنا دارن که با روحی تساهل و تسامح با مردم افغانستان برخورد بکنه. این نگرانی وجود داره. من فکر میکنم در کنار این نگرانی تقریبا میتونم بگیم تمام مردم افغانستان طرفدار گفتگوهای بین الافغانی و رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار هست. یعنی که اعتراض ها بیش از این که مخالف آزادی زندانیان طالبان یا توقف روند صلح باشه معطوف است به این که به هر حال حکومت افغانستان نباید امتیازات بیشتر برای طالبان بده و یا این که تضمین بکنه که این گفتگوها به یک صلح پایدار منجر میشه و نه اینکه یک بخشی از طالبان بیاید وارد پروسه صلح شوه و یک بخش دیگه با نام دیگه دوباره به جنگ در افغانستان ادامه بده. به هر حال نگرانی ها موجود هست. اما همونطور که نظرسنجی های ماهای اخیر نشان داده و نتیجه فیصله جرگه دو روز اخیر هم نشان داد، مردم افغانستان شاید بالاتر از 90% طرفدار
پروسه صلح به رهبری خود افغان هاست و فکر میکنم که این جرگه در ادامه تلاش های حکومت دست حکومت را و جایگاه حکومت را در گفتگوهای بین الافغانی برای ایستادگی سر ارزش های 10-20 سال اخیر، ارزش های آزادی بیان، حقوق اساسی شهروندان بیشتر تقویت میکنم. ممنونم از شما آقای مهتوی جعفر مهتوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان. بانک مرکزی ایران از چک پول جدید 100,000 تومانی رونمایی کرده که در طراحی اون 4-0 به صورت کم رنگ چاپ شده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته کم رنگ بودن صفرها نشانه ای از دوران گذار به پول ملی جدیده که 4-0 کمتر خواهد داشت. باران عباسی گزارش میده. این 100 تومانی 100,000 تومانی این ترابل 100 تومانی بله اینا جدیده. رونمایی از چک پول جدید 100,000 تومانی در گفتگوی رئیس بانک مرکزی با تلویزیون دولتی ایران، قدمی به سوی حذف 4-0 از پول ملی. ما پولایی که چاپ میکنیم فعلا اون 4-0 کم رنگ میذاریم. 4-0ش کم رنگه، اینم پشتشه که در واقع مجموعه پارس جنوبی. اقدامی در راستای رواج همزمان پول‌های قدیمی و جدید و حذف تدریجی قدیمی‌ها. طرحی که سال‌ها مسکوت مانده بود اما مدتی است که دوباره در دستور کار دولت قرار گرفته. یه وقتی میگیم آقا این یورو 170,000 نمیدونم ریال نمیدونم اینجوری، یه وقتی میگیم آقا این یورو 17 تومانه، هم گفتنش راحته، هم زیباتره، هم قشنگتره، هم محاسبهش آسونتره، هم با ذهن مردم کاملا منطبقه. گزارش رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس ایران بهار امسال کلیات لایحه حذف 4-0 و تبدیل پول ملی از ریال به تومان را تصویب کرد. در این لایحه هر تومان معادل 10,000 ریال کنونی در نظر گرفته شده و هر 100 قران یک تومان خواهد بود. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید واحد پول ملی و کاهش ارزش این پول در برابر ارزهای خارجی از اصلی ترین دلایل این طرح است. طرحی که بعضی دیگر از کشورها هم اجرا کردند. البته در زمانی که اقتصادشان در ثباتی نسبی قرار گرفته و احتمال بازگشت صفرها کم است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته قیمت ارز در ایران بسیار بالا رفته. قیمت دلار آمریکا که در نیمه تیر امسال به بالای 20,000 تومان رسیده بود، 28 تیر به 25,500 تومان رسید. هرچند که هفته گذشته تا 23,000 تومان پایین آمد. بالاخره اون حوادث آبان ماه بود، اگر یادتون باشه، بالاخره شوک انتظاراتی منفی رو در جامعه ایجاد کرد. خب یه مقدار کنترلش برای ما سخت‌تر شد که دوباره آخر سال داشتیم ثبات لازم بهش میدادیم که این کرونا رسید، این ویروس منحوس خلاصه کار دستمون داد، سیستم تجاری ما رو، سیستم اقتصادی ما رو واقعا به هم زد. عوامل سیاسی امنیتی هم بود، یعنی این شوکی که میخواستن بدن به اهداف بالاتری داشتن. رئیس کل بانک مرکزی گفته قیمت واقعی ارز بسیار پایین تر از قیمت کنونی است. قیمت ارز این عددا نیست و ما حتما تلاش میکنیم باید متعادل بشه، باید تعدیل بشه و حالا انشالله در آینده نزدیک مردم عزیز خواهم دید که ما انشالله اقدامات جدی رو در این زمینه شروع کردیم، نتیجهش انشالله مشخص خواهد شد. با این حال نگاهی به روند افزایش قیمت دلار در سالهای گذشته و مشکلات سیاسی و اقتصادی کنونی ایران، تحقق این وعده را دست کم در کوتاه مدت بسیار مشکل خواهد کرد. یک روز بعد از این سخنان قیمت دلار 23,700 تومان گزارش شده. نرخ تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد بیش از 3 برابر شده و اثری از بازگشت ثبات به اقتصاد دیده نمی شود. 100,000 تومانی همه نشانه هایی از اینکه صفرهای کمرنگ اسکناس های جدید هم شاید زودتر از آنچه انتظار می رود دوباره به پول ملی بازگردد. باران عباسی، بی بی سی. سوری یک بار دیگه به بیروت بریم، جایی که هزاران تظاهر کننده به خیابان ها آمدن. تصاویری که میبینید بیرون ساختمان پارلمان لبنان هست. قرار بود از قبل که امروز در اعتراض به ناکارآمدی دولت بعد از انفجار روز سه‌شنبه تظاهر کنندگان امروز بیرون بیان. حالا اعلام کرده وزارت بهداشت که تعداد کشته شدگان اون حادثه به 158 نفر رسیده و تعداد مجروحان به 6,000 نفر، 21 نفر همچنان
خبری از اونها در دست نیست. تصاویر زنده دیدید از لبنان. با ادامه همه‌گیری ویروس کرونا، مقدار زیادی از اقلام بهداشتی شخصی مثل ماسک و دستکش بعد از مصرف دور ریخته میشن و بخشی از این زباله‌ها از دریا سر در میارن. یک گروه طرفدار محیط زیست در واشنگتن گفته هر ماه 129 میلیارد ماسک و 65 میلیارد دستکش دور انداخته میشن. از یه طرف ویروس کرونا حمله کرده و از طرفی همین ماسک ها ساحل همه دریاها رو پر کردن. ماسک ها و دستکش هایی که دور انداخته می شوند حالا از اقیانوس ها سردر می آورند. از آغاز همگیری ویروس و کرونا زباله های پزشکی در همه جای دنیا به چشم می خورند. اون ماه فوریه بود در یه ساحل دور افتاده که هیچ شهری نزدیکش نبود. البته از اون موقع تا حالا به ساحل‌هایی هم که نزدیک شهرهان رفته ایم و دیده ایم که ماسک‌ها اونجا رو هم آلوده کردن. اول ماه جوانه و من اومدم اینجا به ساحلی در هنگ کنگ. باز هم انبوهی از اینها رو می‌بینیم. کنار آب پر از این ماسک‌هاست. همش رو نشمردم. فقط 15 تا شمردم. اما تعداد بیشتری هم همون دور و بر بودن. طرفداران حفظ محیط زیست هشدار می‌دهند که شاید همه‌گیری منجر به افزایش شدید آلودگی اقیانوس‌ها شود. مهمه که بدونیم حتی قبل از شروع همه‌گیری زباله‌های پلاستیکی اقیانوس‌ها را دچار بحران جدی کرده بود. حالا همه‌گیری کرونا هم اضافه شده. در حال حاضر هر ماه داریم 129 میلیارد ماسک و 65 میلیارد دستکش پلاستیکی دور می‌ریزیم. بخش بزرگی از این زباله‌ها درست دفن نمی‌شن و از اقیانوس‌ها سر در می‌آورند. همین ماسک یا دستکشی که در میاریم و بیخیال دور میاندازیم ممکنه نهنگی رو بکشه. پس یادمون باشه که کار بی ملاحظه یک نفر میتونه اتفاقهای خیلی بدی رو رقم بزنه. اما هنوز هم میشود کاری کرد. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری.